سلام عزیزم بریم یه سالاد ماکارونی فوق العاده خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم گوشت مرغ رو داخل قابلمه میذارم آب سردوش باز میکنم یک عدد پیاز چند حبه سیر و چند تیکه برش از هویج و توش میریزم در قابلمه رو میبندم اجازه میدم که خوب بپزه توی قابلمه جداگانه ای آب جوش درستش کردم گذاشتم که کامل داره میجوشه ماکارونی رو داخلش ریزیم من از ماکارونی شکل دار که شکل گوش ماهی داره استفاده کردم شما از هر ماکارونی که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید به این ماکارونیمون من کمی نمک میریزم و یک کوچولو همش میذارم که از همدیگه جدا بشه و به اندازه یک قاشق غذاخوری هم زردچوبه بهش اضافه میکنم زردچوبه باعث میشه که هم مزه خوبی داشته باشه هم رنگ ماکارونیا بهتر باشه و اینکه باعث میشه که ماکارونیا به هم دیگه نچسبن اگه تا حالا امتحان نکردین یک بار امتحانش کنید که ببینید دوست داشتین یا نه نتیجهشو برام بنویسین خوشحال میشم تجربیاتتون رو بخونم بعد از اینکه ماکارونیا کامل پختن آبکش میکنیم داخل ظرف مورد نظرمون میریزیم مرغایی مم... که پخته و خوردش کردیم و ریشش کردیم به ماکارونی اضافه میکنیم من ه... جعفری داشتم که خوردش کردم هویج رنده شده داشتم خیارشور نخود فرنگی ذرت پخته یا کنسرو شده ژامبون و فلفل دلمه رنگی مقدار اینو باز به سلیقه خود شماست که کدومو بیشتر میخواین یا کدومو کمتر میخواین به ذائقه خود شماست میتونید کمتر زیادتر و یا اینکه حذفش کنید مواد دو داخل ماکارونی میریزم یک کمی نمک و یک کمی فلفل سیاه بهش اضافه میکنم مواد دو هم میزنم و بعدش بهش ماینز اضافه میکنم بعد از اینکه ماینز اضافه کردم و مخلوط کردم به مدت دو تا سه ساعت داخل یخچال قرار میدم که مزه ها خوب با همدیگه ترکیب بشه و سالادمون خیلی خوشمزه میشه تو این صورت سابسکرایب کنید و بهمون همون بگین که چه غذاهایی یا شیرینی هایی دوست دارین که براتون آموزش داده بشه از تجربیات پخت غذاهاتون برام بنویسید و اینکه آیا رسیپی هایی که بهتون دادم و امتحان کردین نتیجه چطور بوده خیلی خوشحال میشم نتایج و تجربیات شما رو بخونم سالاد ماکارونی رو داخل ظرفی که میخوایم سروش کنیم میریزیم دوستان سالاد ماکارونی رو میتونید حتی از یک روز قبل برای مهمونیاتون آماده کنید داخل یخچال قرار بدین و روزی که قرار مهمون بیاد چند ساعت قبلش در بیارین و سروش کنید خیلی غذای راحتیه و پایه مهمونی هست. از این رسپی هم استفاده کنید مطمئنم که مهموناتون عاشق دست بختتون میشن بعد از اینکه داخل ظرف ریختم به نظر من یک کمی سوس ماینزش کم شد یکی دو قاشق اضافه کردم باز به سلیقه خود شماست میتونید اضافه نکنید. بعد که داخل ظرفمون ریختیم به هر شکلی که دوست داشته باشیم و با هر موادی که دوست داشته باشیم میتونید تزین کنید. من برای تزین از کلم بروکلی استفاده کردم، گوجه گیلاسی استفاده کردم، زیتون و نخود فرنگی باز تزیین به عهده خود شماست از هر چیزی که میخواین برای تزیین استفاده کنید استفاده کنید و هنر نمایی کنید دوستان از اینکه سابسکرایبمون میکنید و تا آخر ویدیو همراه ما بودید ازتون خیلی ممنونم این سالاد خیلی خوشمزه و راحت و سری رو آماده کنید و کنار عزیزانتون میل کنید نوش جونتون